فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 501 شهر از 228500 نفر بیشتر است در آمار مهندسی شده وزارت بهداشت مبتلایان مبتلایان 24 ساعت گذشته 8554 نفر و بیشترین رقم در سه ماه گذشته بوده است نمکی در خوزستان با طوفان سهمگینی مواجهیم که سهمگین از طوفان ویروس ووهان است. 57 درصد بیماران جدید به ویروس انگلیسی مبتلا بودند. اگر دیگر، اگر چند خوزستان دیگر شکل گرفت نمی توانم روی تاباوری نظام سلامت قسم بخورم. مهرز تعداد مراجعه به بیمارستان ها خیلی زیاد شده است. بیمارستان های خصوصی و شمال شهر پر هستند. دانشکده پزشکی شوشتر چهل تا پنجاه درصد تست های پی مثبت هستند. یعنی تا عید بیماران بدحال دو برابر می شود. بیمارستان رازی اهواز به دلیل کسرت بیماران ظرفیت آی سی او چهار برابر افزایش یافته است. عضو شورای مشورتی وزارت بهداشت رژیم هرچه دیرتر وارد چرخه واکسیناسیون شویم گردش ویروس بیشتر می شود و حتی امکان دارد تا در برابر واکسن مقاوم شود سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز سهشنبه 19 اسفند 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 501 شهر از 228500 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 8563 نفر، در اردبیل به 2827 نفر، در اصفهان به 14790 نفر، در تهران به 53721 نفر، در خراسان جنوبی به 2221 نفر، در خراسان رضوی به 15030 نفر

به 4653 نفر، در همدان به 5318 نفر و در یزد به 4157 نفر رسیده است. در همین حال وزارت بهداشت رژیم امروز در آمار مهندسی شده خود تعداد مبتلایان 24 ساعت گذشته را 8554 نفر اعلام کرد که بالاترین رقم در 89 روز گذشته است. نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت در خوزستان 57 درصد بیماران جدید به ویروس انگلیسی مبتلا بودند با ویروسی با قدرت سرایت بالاتر و مرگافرینی بسیار خطرناکتر مواجه هستیم اگر خدای نکرده چند خوزستان دیگر شکل گرفت نمیتوانم روی تاباوری نظام سلامت قسم بخورم در خوزستان 78 همکار من به ویروس جهشیافته آلوده شدند وقتی در طول یک هفته پرستار و کادر بهداشت و درمان نیم ساعت پلک نزده و بر سر بیخوابی ایمنی بدن او پایین می آید و بیمار می شود، کار سخت می شود. راه سختی برای مدیریت کرونا در پیش داریم. اکنون در خوزستان با طوفان سهمگینی مواجه هستیم. این طوفانی سهمگین تر از طوفان ویروس ووهان است. یک عضو شورای مشورتی وزارت بهداشت رژیم گفت هرچه واکسیناسیون را سریعتر انجام دهیم جلو میفتیم هرچه ایمنی جمعی سریعتر شکل بگیرد امکان اینکه از ویروس جلوتر حرکت کنیم بیشتر می شود. هرچه دیرتر وارد چرخه واکسیناسیون شویم توان گردش ویروس بیشتر می شود و حتی امکان دارد تا در برابر واکسن مقاوم شود. محرز عضو علمی ستاد حکومتی کرونا گفت من نگران افرادی هستم که میلیون ها تومان پول می دهند تا واکسن های بازار ناصر, را، ناصر خسرو را تزریق کنند. این کار فاجعه است. تعداد مراجعه به بیمارستان ها خیلی زیاد شده است. بیمارستان های خصوصی و شمال شهر پر هستند. در خوزستان بیمارستان ها شلوغ و کرونای جهشیافته در شهرها در حال گسترش است. رئیس دانشکده پزشکی شوشتر گفت چهل تا پنجاه درصد تست های پی سی آر مثبت هستند که نشان می دهد تا عید تعداد بیماران بدحال دو برابر می شود. میزان ورودی بیماران به بیمارستان خاتم الانبیا بیشتر از موارد ترخیصی است. به ای که از هفته گذشته تاکنون تعداد بیماران بستری دو برابر شده است. ظرفیت تخت های آی سی یو تقریبا تکمیل است و شرایط خوبی نداریم. مسئول ای سی بیمارستان رازی اهواز گفت یکی از عوارض کرونا سوراخ شدن ریه است که نسبت به پیک های قبلی بسیار افزایش یافته است و بیماران با مراجعه اول این عارضه را دارند در حال حاضر بیماران با حال عمومی بدتری به بیمارستان مراجعه می کنند و نیاز به آی سی بسیار افزایش یافته است تخت های آی سی محدود است و در این مدت ظرفیت آی سی بیمارستان چهار برابر افسایش یافت است. رئیس مرکز اوژانس 115 اهواز از ابتلاع 60 پرسنل این مرکز در فاصله 20 بهمن تا 16 اسفند ماه خبر داد. در گزد معاون دانشگاه پزشکی با اشاره به اینکه تاکنون آمار افراد مشکوک به کرونا انگلیسی که تست آنها مثبت بوده به 21 نفر رسیده گفت آمار بستری ها در 24 ساعت گذشته نسبت به روز قبل افزایش داشته است. در آذربایجان شرقی سرپرست شبکه بهداشت شهرستان بستان آباد گفت با کشف چهار مورد جدید از ویروس انگلیسی در روستای انباردان تعداد مبتلایان به ویروس انگلیسی تنها در این روستا به 11 نفر رسید. روزنامه حکومتی آرمان از تبعیض در تزریق واکسن پرده برداشت. و از شایعات مربوط به در اولویت قرار گرفتن برخی از مسئولان رژیم برای تزریق واکسن خبر داد و نوشت در حالی که تاکنون 570 هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور شده است اخباری در رابطه با واکسیناسیون افراد خاص به گوش میرسد دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 19 اسفند 1399